در شرایطی که قحطی در حال فراگیر شدن در سودان است، اولین محموله کمک غذایی سازمان ملل به دارفور سودان رسید. ارسال کمک های یاد شده در پی هشدارهای مکرر مبنی بر اینکه میلیون ها نفر با گرسنگی شدید روبرو هستند و دنبال و به دنبال مذاکرات برای بازگشایی مسیرهای بشردوستانه از شاد صورت میپذیرد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل WFP اعلام کرد که دو محموله کمک‌های بشردوستانه در اواخر ماه مارس از مرز چاد عبور کردند تا به حدود 250 هزار نفر برای مدت یک ماه کمک‌های غذایی برسانند سازمان‌های امدادی سازمان ملل اعلام کردند که این نبرد اکنون باعث یکی از وخیم‌ترین بحران‌های گرسنگی در جهان شده و حدود یک سوم جمعیت سودان یعنی 18 میلیون نفر با گرسنگی حاد مواجه هستند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل WFP در ماه مارس هشدار داد که 222 هزار کودک ممکن است در ماه آینده بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست بدهند مگر آنکه نیازهای کمکی آنها به فوریت برآورده شود در سال 2023 حدود 300 هزار نفر در این منطقه کشته شدند و دو میلیون 700 هزار نفر از خانه‌های خود آواره شدند که بسیاری از آنها مورد حمایت دولتی توسط شبه نظامیان عرب بودند ادیرو فرستادی ارشد برنامه جهانی غذا در سودان روز جمعه گفت گرسنگی در سودان تا چند هفته دیگر افزایش خواهد یافت و بیم آن وجود دارد که شاهد گرسنگی و سوء تغذیه بی سابقه ای در سراسر سودان باشیم.